واژه کنشگر رو برای دوستانی که حداقل از جانب من نشنیدن، همون چیزی است که در به زبان انگلیسی بهش به اکتیویست میگه. منتها اکتیویست در آمریکا یا اروپا فرق میکنه با اون چی که در کشور ما هست. ما در شرایطی که کوچکترین نشانی از دموکراسی در کشور نیست و آنچه که هست همش در واقع نمایشات دموکراسی هست، همه چیز نمایشی است. در شرایطی که مثلا یک کنر حتی مردم نمیتونن پوشش خودشون انتخاب بکنن و یا اینکه کنسرت برن، اصلا کنسرت برن یا کنسرت گذار فقط نمیتونه بدونی که اصلا راحت بتونه حتی تو مهمونی رو در خونه خودش برگزار بکنه، در خونه خودش برگزار بکنه. صحبت از دموکراسی کردن در جامعه مثل جامعه ایران واقعا امری است به هر حال واقعا اگر طنز نباشه طنز تلخی است. ولی نکته اصلی اینه، چند تا از دوستان ما یه سری مسائل رو مطرح کردن، فرصت زیاد نیست، ولی عمدش اینه که خوب بود وقت بیشتری با آقای مشیری میدادیم. من اطمینان دارم که خود آقای مشیری، یعنی اطمینان دارم که با ارتباطی که باشون دارم، علاقمند هستند که دیگران در یک گفتگو شرکت داشته باشند. ولی در هر حال فرصت از دوستانی عزیزی که فقط برای به هر حال میخوان جواب سوالا رو از عزیز دوست عزیزمون آقای مشیری دریافت کنن، خب جلسات بعد هست. دوستان دیگه نوشتن، من این رو بازم بگم، نظراتشون برای اینکه نظراتشون بیان بشه، میگن آقای مشیری آیا میاندیشید که با بحث ایدئولوژیک میتوان علی خامنه‌ای را از حکومت کنار گذاشت؟ آیا وقت آن نرسیده است که فراخوان عمومی جهت براندازی خامنه‌ای از طرف تمامی اپوزیسیون صادر شود؟ تنها چیزی که من میخوام بگم که اپوزیسیون در این رابطه اشکال بزرگ این که اپوزیسیون متشکل نیست، سازمان یافته نیست، بنابراین اگر قرار کاری انجام بگیره فقط توسط جریانات سازمان یافته صورت میگیره. اگر جواب بعد البته آقای مشیری جوابشون ممکن متفاوت باشه، در نشست بعدی باش تر خواهیم کرد. بعد دوست عزیزمون منصور سانلو که الان هنوز فرصت نشده از ایشون دعوت کنیم باید صحبت بکنن، نوشتن که با درود به همه حاضران، باشد که این همنشینی ها به همکاری های عملی برای رسیدن آزادی و دموکراسی در ایران باشد، که کاملا پیامشون گویاست. میگن که دوست دیگری میگن، البته رفتن، با در نظر گرفتن اینکه بیش از 40 میلیون در انتخابات مهندسی شده ی رژیم شرکت میکنند، راهکارهای رسیدن به دموکراسی را بیان بفرمایید. کاملا نکتتون درسته، این راهکارها همونجور که قبلا گفتم باید در حقیقت ادامه پیدا بکنه، که ما اصلا بحثمون از این گفتمانها اینه که راهکارهایی رو که در واقع مورد پذیرش عموم باشه، نتیجتاً ما به نوعی به وفاق ملی برسیم خارج از حکومت و بدون اینکه حکومت رو بخوایم انتظار داشته باشه، نه حکومت، نه آمریکا، نه انگلیس، نه روسیه، نه هیچ کس دیگه. امر آزادی، امر دموکراسی، امر مردم سالاری و حفظ کشور و پیشرفت کشور تنها در گروه اقدام مردم سازمان یافته همون کشور، مردم سازمان یافته ای که قدرت اقتصادی و سیاسی رو از طریق دولت برآمده، یعنی برکناره یک نظام استبدادی، حالا یا فروپاشی فرق نمیکنه، ممکنه فرو بپاشه، ولی قبل از اینکه فرو بپاشه مسئله مهمتر اینه که ما این آمادگی رو داشته باشیم که به عنوان بدیل دموکراتیک و سراسری با کمترین هزینه نهاد دموکراتیک رو بعد از حداقل 110 سال در ایران مستقر بکنیم، بتونیم که نه با کودتاهای ارتجاعی نظیر چیزی که در 57 اتفاق افتاد، به نظر من اون کودتا بود، یعنی خمینی بر علیه مردم ایران کودتا کرد. حالا میتونیم اینو بحث کنیم، دوستان دیگه اگر مخالف داشته باشن میتوانن چیزای دیگه داشته باشن، بگن خارجی ها برکنارش کردن اینا. ما داریم میگیم که اتفاقا اگر قرار باشه حکومتی رو برکنار کنیم،
بایستی به اون نقطه برسیم که ما برکنارش بکنیم. اگر نه اون حکومت مال مردم نیست اگر خارجی‌ها بتونن برکنارش بکنن. هیچ دیکتاتوری متعلق به مردم نیست. خارج هر چقدر قوی باشه قادر نخواهد بود. امریکا، انگلیس، روسیه، چین، اروپا، هیچ کس قادر نخواهد بود به مردم مقتدری که سازمان یافتند و قدرت دولتی رو در دست دارند امکان کودتا بده، امکان این کودتاها و این دخالت‌های خارجی و این خفت و ذلتی که ما الان دوچارشیم، این انزوایی که دوچارشیم به علت حاکمیت دیرپای استبداده و هیچ راه دیگری نداره. و آقای مشیری رو که ما دعوت میکنیم و دوستان فرهیخته دیگه برای اینکه ما باید به یک وفاق ملی برسیم که تنها راه به دست آوردن آزادی و قدرت حکومت توسط خود ماست. کسانی که میروند و دست به دامان کنگره آمریکا میشن، دست به دامان آقای ترامپ میشن، حال در گذشته دست به دامان مسکو میشدن، چین میشدن، اینها به کار نخواهد آمد. آزادی و استقلال تنها در گروه کار خودمون هست بلا غیر. اون آزادی که در توسط جنگ و دخالت نظامی و هر گونه دخالت دیگری به دست بیاد سرآخر ذلتی است که این حکومت اسلامی نصیب ما کرده. و این دیگه مردم ایران همونجوری که دوستان میگن و به درستی میگن، هیچ راهی ما نداریم، هیچ بروبرگردی، هیچ امایی نداریم. ما در اینجا معتقدیم که حتی تمام مبارزات من و دوستانی که با هم ساعتها، سالها، بیش از نیم قرن راجع به مسئله صحبت کردیم و مبارزه کردیم و به هر حال بررسی کردیم و تحقیق کردیم، راهی نداریم جز این که این نظام رو برکنار بکنیم و یک نظام دموکراتیک رو به دست خودمون برقرار کنیم. آن وقت است که می توانیم بگوییم که ملت ایران در عمل نشون بدیم که ملت ایران شایستگیش بسیار بیشتر از این است که فرومایگان مستبدی که در حال حاضر در ایران دارن حکومت می کنن این چنین روز به روز ملت بیارن. دوستان عزیز، این رو در نظر داشته باشم بگم ما از همه حرکت های مدنی پشتیبانی میکنیم، همونطور که الان این امکان رو دادیم به خانم راحله تارانی بیان راجع به این صحبت بکنن. ولی راه حل اساسی تغییر ساختاری این حاکمیت هست و لا غیر. و اینم فقط توسط مردم سازمان یافته که در یک چیز در احزاب باید سازمان پیدا کرد، با شعار به قول دوستان می نویسن، با شعار اینا این چیزا به دست نمیاد. برنامه‌های ما و ادامهش در این رابطه خواهد بود، راهکارهای واقعی برای برکناری این رژیم، اون هم نه فقط برای برکناری این رژیم، راهکارهای واقعی برای استقرار واقعی دموکراسی در ایران، استقرار واقعی به طوری که قدرت توسط نه روحانیون و مستبدین و اینا، قدرت توسط مردم، جمهور مردم انجام بگیره. حالا شکلش هر چیزی میتونه باشه، شکل حکومت هر چیزی میتونه باشه. ما در کشورهایی داریم که سلطنتی هستند و از دیکتاتوری به نوع دموکراسی راه پیدا کردن، ولی سلطنت خودش رو تطبیق داده با اون زمان. متاسفانه شانسی که سلطنت در ایران داشت از دست داد. امیدوارم در آینده ایران دموکراسی برقرار بشه. شکلش مهم نیست، ولی مهم محتواشه. محتوای حاکمیت باید دموکراتیک باشه و تمام کسانی که فرق نمیکنه از چه طبقه ای باشن، فرق نمیکنه چه شکلی راجع به حکومت داشتن، تمام کسانی که برای استقرار دموکراسی در ایران بدون دخالت خارجی، بدون اینکه حتی یک توپی از طرف خارج در ایران شلیک بشه، بمبی در اونجا داده بشه از طرف کشور خارج، میخواد داعش باشه، میخواد نیروهای دیندم به اصطلاح سازمان صلح باشه، نه، ما مردم خواهیم توانست که دموکراسی رو در کشور برقرار کنیم. و باور بفرمایید توانشو داریم، فقط باید متشکل بشیم.